آلیجان جانای عزیز، سلام و درود فراوان به علیجان شو، خوش اومدید. میدونین که این شو خودتونه، اختیار منم دست شماست. همش که نه، ولی تا حدی. نه ولی واقعا لطف داری که با ما هستید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب شده تا حالا یه روز از خواب پاشید، خوشحال و خندون سوار ماشینتون بشید، در حال رانندگی به جای 50 کیلومتر سرعتتون 89 کیلومتر در ساعت داری با ماشینتون میرید، یه دستتونم یه چای تازه دم، اون یکی دستتونم یه موبایله که دارین باشون صحبت میکنین، با پاتونم دارین کانوا میبافید. البته اگر خانم جانهای عزیز باشید به احتمال زیاد در حال آرایش کردنم هستید. و خب دیگه میدونین چی میشه دیگه، یه آجیر پلیس و ماشین پلیس و دیگه 500-600 دلار هم جریمه، 5-6 تا هم از نمره ازتون کم میشه، ولی خب قانون رو باید رعایت کرد، خیلی مهمه. علی جان اینو بهتون داره از ته قلبش میگه. خب مهمون عزیز امروز ما آقای قانون هستن و میخوان در مورد قانون و حرفشون با ما صحبت کنن. خانوم ها و آقایان جان های عزیز، آقای پلیس، آقای ناصر خدایاری. سلام علی جان، سلام به تمام ایرانیان عزیز در مونتریال. امیدوارم که هر جا که هستین خوب باشید، سالم باشید، شاد باشید و همیشه در کنار هم واقعا تو این کشور غریب پشتیبان یکدیگر باشیم. به علی جان شو خوش اومدید. مرسی علی جان، مرسی. من کلی سوال داشتم ولی دیگه تفنگتون رو دیدم، اون سوالا رو دیگه چیز کردم، کنسل کردم. مسئله اینه من خودم یه چند تا چیز آماده کردم، میدونستم تفنگم ببینید که خوده. البته همه چیتون میره. بله البته فقط تفنگ نیست، اون پپر اسپری هم هست، اون دستبند و همه چی کلا. آخه شما من گفتید تون دوست دارین، منم برای همین آوردم. البته فلفل منظورم ایتالیایی بود نه پپر اسپری. خب ناصر جان چند سال الان مونتریال هستی؟ من نزدیک 29 سال مونتریال هستم، نزدیک 31 سال هم از ایران بیرون هستم. بیرون هستی. بعد شما الان عضو نیروی پلیس مونتریال هستید؟ بله، نزدیک 16 سال هم هست که برای پلیس مونتریال کار میکنم. خیلی خوشحال هستم، یه کاریه که واقعا بچگی دوست داشتم و برای من یه دونه دریم کام ترو بود که پلیس بشم. بله. توی مونتریال. یعنی از وقتی که شما به کانادا اومدید دوست داشتید که پلیس بشید؟ از وقتی که اومدم کانادا نه، از بچگی دوست داشتم، هر چی چیزای جناحی راجع به فیلمای جناحی میدیدم واقعا من عاشق اون اینکوئریش بودم. بعد یواش یواش دیگه اومدم اینجا، واقعا وقتی پلیس اینجا رو دیدم چجوری درست حسابی کار میکنن اینا، بعد دیگه عاشق این کار شدم و هر کاری که تونستم انجام دادم و آخر به اون نتیجه که میخواستم رسیدم. البته منم باید به شما بگم من الان پلیس مخفی هستم. گفته باشم به شما. بله. مثلا بچهای خود منم همینجوری هستن. صداتون هم داره ضبط میشه. خب ناصر جان، من میدونم که بالاخره عضو پلیس شدن چالش‌های زیادی هم داره. بله. شما چه چالش‌های پشت سر گذروندی که پلیس بشید؟ والا اینجا برای پلیس شدن یه کارهایی که شما باید یاد بشه که پلیس بودن از اون وقتی که شما وارد کانادا شدید یا وقتی که کسایی اینجا به دنیا اومدن تا اون وقتی که پلیس میشه تا آخر عمرتون، شما یه کارهایی هست که نمیتونین انجام بدین. نباید کریمینال رکورد داشته باشین، باید همیشه درستون خوب باشه، معدلتون اوریجتون خیلی باید بالا باشه، بعد از لحاظ بدنی فیزیکی بعد هیچ ایرادی بدنتون نداشته باشه و کلا باید آدم رو فرمی باشین بتونین. بعد بیشتر از همه چی از لحاظ سایکولوژی، کسی میخواد که سایکولوژیش خیلی قوی باشه، چون صحنه‌هایی که میاد جلوتون همیشه برای کسایی که واقعا آماده نیستن ذهنی ممکنه براشون خیلی سخت باشه و تا آخر عمرشون بمونه تو ذهنشون. شانس من برای پلیس شدن چیه؟ من از لحاظ فیزیکی و فرمی خیلی تو شیپ و اینا هستم الان. بله، شما پلیس خیلی آدمایی رو احتیاج داریم که مثلا ماشینا رو برامون ترتمیز کنن. از اون لحاظ. بله، از اون مثلا آب بیارن برامون وقتی ما خسته ایم. ولی از لحاظ پلیس شدن فکر نمی‌کنم شما بتونید پلیس بشید. شاید حالا زندگی بعدی. فکر نکنم. خب حالا ما چیکار کنیم که جریمه نشیم تو مونتریال؟ بعد هر جگه سرعت زده همون سرعت رو بریم. یعنی 50 زده 50 باید بریم؟ نکنیم. خب یعنی 50 زده 50 باید بریم؟ توی مونتریال پلیسای مونتریال اینقدر ما بای دی بوک نیستیم. خب ولی وقتی زده 50 شما 60 میرید، میدونم که بعضی موقع آدم حواسش نیست، ولی وقتی یه جایی زده است سی برای زون برای بچه‌ها از مدرسه رد میشه مدرسه شما میزنید 50، درست میگی 20 تا بیشتر، ولی تو اون زون خیلی خطرناکه که شما 50 تا میرید. درست. کلا
نمیخوام بگم که ما تالوریت میکنیم، ولی وقتی زده 50-55 دیگه بیشتر نرید. بعد مثلا اگه یه موبایل داریم گذاشتیم رو داشبورد، بعد گوگل مپ گم شدیم، یه دو تا میخوایم یه آدرس کوچیک بزنیم، اونو میتونیم انجام بدیم یا نمیتونیم؟ ببینید، خلاف تلفن اینه که شما تلفن رو تو دستتون داشته باشید. یعنی شما میتونید تلفن از این جایی که میذارن روی داشبورد، تلفن اونجا باشه، تلفن تو دستتون نباشه، خب شما میتونید تلفن رو باش دست بزنید یا گوگل مپ آدرس پیدا کنید. ولی وقتی شما تلفن دستتون دارین صحبت میکنید، خلاف میگه حق ندارین، شما قانون میگه حق ندارین شما تلفن دستتون نگه داشته باشین. از این دستگاه بخرید 20-25 دلاره، حتی هم براتون همه ماشین جدید هم الان که با بلوتوث میاد دیگه. واقعا دلیل نیست که کسی الان تو این 2016 تلفن دستش باشه و بخواد صحبت کنه، چون گرونه. سه تا پوینت الان هم یادتون باشه، تکس کردن خیلی خطرناکه، خیلی تصادفی شده بدجور، چون شما میخواین تکس کنین حتما باید چشتون روی جاده وردارین و وقتی هم چشتون روی جاده ورم دارین تصادفی بدجور اتفاق میفته. برای همین که ما اینو خیلی جدی میگیریم. پس آرایش کردن و کانوا بافی و اینا اوکی دیگه؟ ببینید، هر روز توی جاده ما چیزایی میبینیم که واقعا خودمونم باورمون نمیشه. یادتون باشه رانندگی تمام حواستون باید به جلو جاده باشه. بعدم وقتی پلیس میگیره همیشه تقصیر پلیسه، شما حق دارین کارا رو بکنید، ولی تا وقتی جریمه بگیرید مسئله نیست. ولی اگه خدای نکرده یکی رو بزنین بکشین، یه بچه‌ای رو بکشین، بعد دیگه تا آخر عمرتون با اون درون خودتون هیچ وقت فکر نکنم خودتون رو بتونید ببخشید. خیلی موضوع جدیه. بله خیلی جدی. خب درباره موضوع جدی صحبت کردیم. من فکر کنم شما خیلی فعالیت تو سطح شهر هم دارید. فکر کنم از لحاظ برای انجمنهای مختلف فکر کنم شما فعالیت دارید. میشه یه خورده درباره‌اش برامون صحبت کنید؟ من الان نزدیک بیشتر از 10-12 سالی هست که در تمام انجمنهای ایرانی یه بار دو بار در سال یه کنفرانسی میذاریم، بیشتر برای اینکه به همه اونایی که جدید به ایران میرسن اینجا. خیلی کسا هم هستن که مثلا حتی بیشتر 10 سال اینجا ولی قانونا رو نمیدونن. چون برای چی اینا رو ما میذاریم؟ چون خیلی موقع ها به ما زنگ میزنن، چون یه کاپل ایرانی بودن یا بیشتر مشکلاتی که به خانواده ایرانی پیش میاد، و من سعی کردم اون چیزایی که واقعا بیشتر در روزمره من میبینم یه ذره به خانواده ایرانی توضیح بدم که ببینن چطور میتونن زندگیشون رو بهتر بکنن. و نزدیک گفتم 12 سالی هست با انجمن ایرانی، حتی با یه انجمنی هست که یونانی هستن، برای تمام زنایی که با شوهرشون مشکل دارن، کانجوگال وایلنس اسمش هست، بوکلی داتنا. همیشه ما کانفرانس می‌ذاشتیم برایشون که بیان هر سوالی داشتن، فقط برای خانمام نه، فقط برای آقایونم بود. و بیشتر توضیح میدادم که وقت چه قانون چی اینجا، وقتی که شما مثلا دست روی خانمتون بلند میکنین یا خانمتون دست روی شما بلند میکنه، وقتی که پلیس میاد توی خونه شما چه کارایی میکنه، برای چی این کار رو انجام میده. و بیشتر برای اینکه بفهمن که پلیس وقتی میاد خونه شما حق شما چیه، حق پلیس چیه. و برای اینکه واقعا چون زبونم بیشتر مقابلت نبودن، یه اتفاقایی پیش می افتاد که اصلا احتیاج به اون نبود، و چون پلیس هم نمی فهمیدن ایشون چی میگه، ایشون هم نمی فهمید پلیس ها چی میگن. ولی وقتی بدونن برای چی پلیس داره این کار میکنه، خیلی از دعواها و خیلی از بهش میگن میس کانسپشن هایی که به وجود میاد، خیلی ها برایشون الان می فهمن برای چی این کار میکنن. متوجه شدم. پس چای تعارف نمیتونیم بکنیم به پلیس وقتی اومدیم؟ چرا میتونیم چای تعارف کنیم؟ والا من از وقتی اومدم شما چای ندادیم. من چای دادم، کافی دادم، اورنج جوس آوردم. شما گفتین چای، من گفتم چای ندادیم. من دوناتم براتون آوردم، دوناتم آوردم براتون. آقا من از اینو اصلا خوشم نمیاد، این دوناتا بهتون گفتم از کجا بگیریم. بله دفعه دیگه. بله خب ناصر جان، برای جوونی که میخواد تو حرفه شما مشغول بشه چی کار میتونه بکنه؟ میگم برای پلیس شدن کار همچین آسونی نیست، گفتم، چون که یه به حالت از بچگی شما باید مواظب باشین که دعوا با کسی نکرده باشین، یه کریمینال رکوردی برای خودتون درست نکرده باشین، درستون باید خیلی خوب باشه. اینجا بعد وقتی های اسکول تمام میکنین، سه سال میرین سجب به تکنیک پلیسیق بهش میگن، پلیس تک. بعد از سه سال شما نزدیک 6-4 ماه بعد برین نیکولت،
یه مدرسه‌ای هست که تمام چیزای نظامی رو بهتون یاد میدن. بعد از اون اپلای میکنید میتونید تو کل کبک پلیس بشین، یا اینکه وقتی که کالجتون تموم شد میتونید برین برای RCMP که RCMP شرایط سوایی داره، بعد میفرستتون رژینا چند ماه 8 ماه بعد از اونجا میتونید پلیس فدرال بشین. ولی تو کبک حتما باید های اسکول رو تموم کنید، حتما باید 3 سال کالج رو بخونید و نمره‌هاتون هم واقعا باید بالا باشه، بکنم 85 به بالا باید باشه. بعد اشناتون باید خوب باشه از لحاظ فیزیکی، مثلا اگه کسی مسئله ای داره با کمرش، ستون فقراتش یا چشش خیلی ضعیفه، خیلی شرایطی هست که باید حتما اونا بگذره. بعدم آخرش هم گفتم وقتی که همه اینا رو شما پاس میکنین تازه میان چه بک‌گراند رو چک میکنن که شما هیچ وقت هیچ مسئله ای از لحاظ کریمینال نداشته باشین، بعد میتونین شما وارد پلیس بشین. من هر وقت هر جا میرم اسمم نمیدونم تو یه فایلی از یه جا هست، همش منو اشتباه میگیرن با این نفر، نمیدونم چرا. ما هیچ وقت که اشتباه نمیگیریم، مطمئنا خودتون هست. پس خودم هستم. بله. ناصر جان خیلی متشکرم که ما بودی امروز. خواهش میکنم. واقعا خیلی خوشحال شدم که شما در شو ما بودید. حالا فکر کنم یه سورپرایزی هم برای بینندگان جانهای عزیز ما خواهیم داشت بعدن. بله یه سورپرایز خیلی خوبی داریم. بله. حتما این برنامه رو نگاه کنین که علی آقا برای من دونات آوردن، منم برای علی آقا یه سورپرایز خیلی خوب دارم. بینندگان جانهای عزیز با ما باشید در برای قسمت دوم اینترویو من با آقای پلیس آقای ناصر خدایاری. بینندگان جانها مرسی که با ما بودید مجددا، خیلی خوشحالم که شما رو در این شو دارم، بدون شما واقعا این شو وجود نخواهد داشت. لبخند فراموش نشه، با ما باشید برای قسمت دوم این شو.